سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شاگردای عزیز. باز هم خوش آمدین با ادامه درس های گذشته. میایم از برنامه اکسل را باز منیم و در ادامه درس های گذشته امروز ما رسیدیم در قسمت انسرد و مسئله ای را که یا بخش را که میخوانیم به نام پیکچر کمنتس هستن و در گروپ الستریکشنز قرار دارن و در عین حال در تپی به نام انسرد. امروز ما میاییم توسط پیکچر یا توسط تصویر ما به چه صورت از گزینه پیکچرز ما استفاده نیم. اولین چیزی که در اینجا هستن به نام دیز دیوایس هستن، یعنی در صورتی که در داخل کمپیوترتان تصویر باشن شما میتونین از او استفاده کنید. خب میاییم در قسمت پیکچرز و قسمت دیز دیوایس. روی دیز دیوایس زمانی که شما کلیک کنین وارد خود گزینه پیکچر میشین و شما در اینجا تصویری مورد نظر خود یافته و کلیک مونین، دبل کلیک کنین هم میاین و سینگل کلیک کنین قسمت اوپن رو بزنین هم میاین. و همین ترتیب قسمی که شما در برنامه مایکروسافت ورد خواندین و خودی برنامه مایکروسافت ورد یا برنامه مایکروسافت اکسل زمانی که شما تصویر را انسرت مونین یک گزینه به نام پیکچر فرمیت باز میشن و از این پیکچر فرمیت شما میتونین که به نحوه های مختلف کار بگیرین، یعنی کار کنین. یک نمونیش ای هستن که شما بک‌گراند ها رو ریموف کنین در صورتی که یک از قسمت هایی را که شما بخواین از اینجا کات کنین. مثلا من روی این گزینه کلیک کردم و حال بخوایم کدام قسمت باشن و کدام قسمت را پاک کنم. من میایم این قسمت را میگم پاک شون که آلریدی پاک هستن و در اینجا ما میخوایم که این قسمت باشن یا قسمت روی میز در اینجا به صورت کلی قسمت ها باشن. فقط کافی هستن که شما خط کش کنین بیتن که این قسمت ها را برای شما میارن و مابقی قسمت هایی را که شما خودتان خواسته باشین میتونین که از اینجا ریموف کنین، از بین ببرین و خودتان هم میفهمین که کاربرد پیکچر یا کاربرد تصویر در تمام بخش ها هستن، چی در بخش های وبسایت، چی در بخش های داکیومنتیشن و چی در بخش های دیتابیس و در عین حال در بخش برنامه اکسل هم. به این ترتیب ما میتونیم که از قسمت پیکچر به منظورها یا به شکل های مختلف میتونیم استفاده کنیم. خب در اینجا گزینه دیلیت هم دارین که پس حالت اولی میارن. در اینجا قسمت رنگ های از اینا هستن که شما بیاین روی رنگ از این تصویر تغییرات ایجاد کنین. به این ترتیب هر قسمت از اینا رو که بیارین تغییرات رنگ ها را مشاهده این شما در اینجا و ما در اینجا یک قسمت هم میاییم البته اینا نورش هستن، کنتراست ها و از برایتنس و امثال از اینا هستن که شما میتونین که روی نور از اینا تغییرات بیارین و از این قسمت هم روی کلر یا رنگ از اینا تغییرات میتونین بیارین و از این قسمت میتونین افکت بدین روی زیر یک تصویر را افکت یک حالتی متفاوت تری دیگر روی زیر اعمال کنیم. مثلا من روی ای یکی اگر روی از این قسمت اگر کلیک کنم تغییرات خیلی جزئی در اینجا مشاهده میشن اگر متوجه شدیم. قسمت گزینه که در تصاویر قبلی نبودن، یعنی در برنامه های آفیس 2013 و 2016 در 2019 در صورتی که اپدیت نباشن این گزینه نیستن، برنامه ترانسپرنسی هستن. ما اگر در صورتی که در اینجا گزینه ریسیت پیکچر رو بزنم پس در حالت اولی بیاین شما میتونید تصویر رو ترانسپرنسیش متفاوت تر بگیرین. از این قسمت روی این گزینه کلیک کنید ببینید تصویر رو برای شما ترانسپرنسی یا شفافیت چه کمتر مونن بهش. حالا اگر شما در اینجا یک متن را هم نوشته کنین به این ترتیب ببینین و در اینجا متن نوشتنم که تست ببینین به این ترتیب تصویر هم آمدن در حال تصویر در روی زی قرار دارن. این وظیفه ترانسپرنسی هستن که در قسمت گروهی به نام اجست در اینجا کار. قسمت بعدی در اینجا هستن به نام کمپریس هستن. کمپریس وظیفه‌ش فشرده کردن تصاویر هستن، یعنی چی؟ تصویر را سایزش کم کنن. ما تصویر را آوردم یک بار ایره در حالت اولی تغییر میدم، میگم که تصویر ترانسپرنسیش بالا باشن. و همین ترتیب از اینجا ترانسپرنسی تصاویر را بالا گرفتیم و در این قسمت شما یک بار میایین روی کمپریس و در عین حالالاش دیزاین های ما چی کوالیتی یا رزولوشن متفاوت هستن، شما فقط میایین یوز داکیومنت رزولوشن را انتخاب کنید تا به اساس خود ازمی شیتی شما به می ترتیب یک بخش را ایجاد کنید. خب حالا اگر این متوجه شدین قسمت های کمک تغییرات آمدن، اما اگر راست کلیک قسمتی ببینیم که سیو از پیکچر دارم، بله سیو از پیکچر در کجا تصویر را ذخیره کنم؟ دانلود.
بنام PNG پیکچر یک از اینجا ذخیره نیم. حالا موریم در اینجا این تصویر رو با تصویر قبلی مقایسه نیم. در قسمت دانلود میاییم در اینجا گزینه تصویر رو داشتیم. یک تصویر رو این تصویر رو ما ذخیره کردیم رویش. میاییم روی پروپرتیز ازی. ببینیم. چند هستن؟ 509. اگر روی دوباره راست کلیک قسمت پروپرتیز در اینجا بیاییم. این چند هستن؟ 11 MB هستن. این تفاوت تصاویر رو شما با حضور میبینیم. یکی اندازه هستن وقتی کمپریس مونن ایره فشرده مونن تصویر رو برای شما. ای از قسمت پیکچرز که در اینجا کار قسمت چینج پیکچر میاین. چینج پیکچرز قسمت دیس دیوایس هستن که شما برین داخل کامپیوتر خود با یک عکس دیگر ایره چینج کنین، تبدیل کنین. مثلا ما در قسمت پیکچرز میاییم در اینجا گزینه مایکروسافت اکسل رو میاریم، یعنی بک‌گراند، صفحه بک‌گراند رو به این ترتیب آوردیم. یا یه تغییرات میدین با اینترنت با قسمت فرام استاک ایمیج، یعنی ایمیج هایی که در اینترنت هستن شبیه آنلاین پیکچر هستن با کمی تفاوت. ببینین من روی ازی گزینه کلیک کردم میگم این تصویر بیاین در جایش، یا یکی انتخاب نمونه مثلا یک تصویری نسبتا یک. ببینین یکی رو آوردم. و یا هم توسط آنلاین پیکچر، آنلاین این هم شبیه از اون بخش هستن با کمی تفاوت دارین. اینا آماده هستن در صورتی که شما سرچ کنین هم میاد. البته در کامپیوتر شما احتمال خیلی زیاد دارن که from stock images نباشه. قسمت چی هستن؟ from icon، یعنی همراه با آیکن ها تغییر بدین اینا را. یه قسمت آیکن را بعدا هم میخوانیم، ولی در اینجا گزینه آیکن زمانی که کلیک کنین شما میتونید که انیمی تصویر را به یک آیکن تغییر بدین. مثلا با چی آیکنی؟ مثلا آیکنی متفاوت تر. مثلا من یک بار هوم بیایم روی هوم یک کلمت نظر بیلدینگ و در اینجا کلیک کنم تغییر خوردن به این، اما فرمتش چینج شده نیبار. ببینین متفاوت تر شدن به این شکل. رنگ داخلیش به این شکل بدیم، میگم رنگ بیرونیش هم به این شکلی دیگری باشن به این متفاوت تر. کنترل زید، کنترل زید، کنترل زید، یا از اینجا اندو میزنیم بهتر. پس در حالت تر. چون مبحث ما مبحث تصویر هست. روی ازی گزینه کلیک کردن در اینجا گزینه انتهایی کلیپبورد هستن. در صورتی که شما کپی نگرفتین از اینجا، من کپی بگیرم دوباره ببینین این تغییر بدم. یعنی اولا چینج ببینین کلیپبورد فعال شد، یعنی چیزی که در داخل کلیپبورد باشه. من یک بار تصویر چینج کنم، یک بار با چی؟ با این تصویر. اوکی. و زمانی که بگم چینج همراه با چی؟ به کلیپبورد. کلیپبورد یک تصویر کپی گیریم، کپی این تصویر بزنه به میشه. از اینجا میتونین به این ترتیب استفاده کنین. قسمت بعدی که روی زی گزینه کلیک کنین یک ریسیت پیکچر هستن، یک ریسیت سایز هستن. در صورتی که یک تصویر رو خرد کنین یا بزرگ کنین به این ترتیب حالتش به این شکل، و شما اگر روی ریسیت سایز کلیک کنین پس حالت اولی میاد. و اگر از اینجا رنگ های زینا رو تغییر بدین به این شکل یک رنگ بریزی اختصاص بدین و از اینجا ببینین ریسیت پیکچر، پس فقط روی تصویر کار نمیکنن روی سایزش. از این قسمت پیکچر گروهی به نام پیکچر استایلز هستن که شما روی هر کدام از اونها کلیک کنین دیزاین های مختلف را روی زی اعمال میشن پیدا. قسمت بعدی پیکچر بوردر هستن. ما یک بوردر مد نظر میگیریم از اینجا و از اینجا هم میایم بگیم که رنگ بوردرش به چه صورت باشن بیشن، یعنی بوردر متفاوت تر دادم. از البته رنگ های متفاوت تر دیگر دارن، مور، اوتلاین، کلرز. روی زی گزینه کلیک کنیم رنگ های متفاوت تر میان که شما بیاین یک رنگ را انتخاب کنید به این ترتیب. از اینجا حالتی خط هایش به چه صورت باشن، به این شکل موندن، به این شکل، به این شکل. حالا هر حالت را خودتون بریش اختصاص دادین و یا گرفتین. قسمت بعدی که اصلا خطش میان که داشیت باشن، داتیت باشن، سولیت باشن، چه قسمی باشن، که اینی خانه ابتدایی اولی خطی اولی که اصلا سولید کلر هستن، یعنی یک رنگ ثابت دارن به این. و اگر نو اوتلاین بگیرین به این ترتیب و اوتلاین را از بین مبرد. قسمت افکت ها هستن. در صورت که تصویر را خواستین رویش کمی افکت، من یک بار تصویر را کمی خوردتر کنم به این شکل تا افکت های از اینا فامیده شوند. در اینجا بیاییم قسمت افکت ها روی هر کدام از اینا کلیک کنیم، تغییرات در اینجا به وضوح مشاهده این به این قسمت. قسمت ریفلکشن داریم، انعکاس از این به ترتیب برای شما ریفلکشن بدن. و قسمت گلو چهار اطراف شکل رنگ متفاوت تر رو داشته باشن به این شکل یا به این شکل یا هم به این شکل. قسمت سافت، سافت وظیفهش نرم کردن هستن یا از بین بردن، محو کردن رو ایتر. قسمت بیبل روی زینا همراه با این گزینه
کار نمیدن. دلیلش چیه؟ اصلا که شما باید حالت از ایران تا حالت اولی تبدیل کنید به این شکل. حالا اگر در اینجا بیاین این گزینه فعال شد، میبینید به این شکل به این راحتی قسمت 3D options به این ترتیب شما حالت 3D رو میتونید روی زی اعمال کنید و به این صورت میتونید حالت متفاوت روی زی کار بشه. ای از قسمت چی هستن؟ قسمت accessibility هم نامگذاری هم description راجع به زمین ویدیو برای زمین تصویر میمانید. مثلا ما در اینجا ماندیم یکی را یا حالت یاد بیش با هم description روی زی گزینه کلیک کنید میگم که one or two details sentences recommended، یعنی دو جمله رو میتونید راجع به زمین نوشته. من فیلحال نوشتم که school time، یعنی به می شکل اوکی. ای در کجا استفاده میشن؟ در صورتی که تعدادی از تصاویر شما خیلی زیاد باشن، من یک شیپ بعدن که میخوانیم ترس شیپ از اینجا من یک شیپ اگر ترسیم کنم به این ترتیب. در قسمتی ریویو یک چی داریم بنامی چک accessibility، روی زی گزینه کلیک کنم در اینجا آمدن، روی زی گزینه کلیک کنم باز دوباره کلیک کنم ریکتینگل میاین و همسار دنا. در این قسمت گزینه های مختلفی دیگر هم میاین باید. یک قسمت چک اکسسیبیلیتی علاوه خود در راجع به عظمی بخش شما در اینجا توضیح میدین فقط. در صورتی که دو دانه از این بخش داشته باشین، یعنی دو دانه تصویر داشته باشین، ببینین من یک کلری متفاوت تر رقم برای شما در نظر میگیرم به این شکل، یکیش کلرش تیز هستن و یکیش هم کلرش بیرنگ متفاوت. bring forward، send to back، selection pen که در اینجا آمده، hide all و show all نشان بدن تمام. دوباره قسمت فرمت پیکچر در اینجا گزینه الاین دارین. الاین وظیفه‌اش منظم کردن هستن. البته اینا رو که من توضیح نمیدونم ببینید روی زی هر کدوم از اونها کلیک کنید خیلی جزئیات خردرز میاد. اونا رو شما اولا خود در برنامه ورد شاید خوانده باشین، اگر نخوانده بودین هم در قسمت‌های شیپ و ترتیب کار میشن، در قسمت‌های شیپ و قسمت‌های آیکن و امثالتون کار میشن. قسمت های الاین هستن. الاین وظیفهش منظم کردن هستن. الاین زمانی فعال میشن، ببینید که من تصویر کمی خرد مونم که هر دویش واضح دیده شون. در اینجا ببینید کلا غیر فعال هستن، در صورتی که شما هر دویش کلیک کنید به این ترتیب فعال میشن. ببینید الاین طرف لفت به این ترتیب منظم، طرف لفت الاین منظم. من یک بار اینا را به این شکل بگیرم برابر با هم دیگر و به می ترتیب، یعنی سه دان تصویر دارم، یک تصویر در اینجا دارم، یک تصویر دیگه اینجا دارم و یک تصویر دیگه هم اینجا دارم. فاصله ها بین از اینا نامنظم هستن، هر سهش انتخاب کرده و از قسمت پایین میایم ای بار این حالت distribute horizontal و distribute vertical امثال از اینا هم دارم. ببینید منظم جور میشه، یعنی فاصله بین از اینا مساوی هستن به می ترتیب. ببینید ایره مش نزدیکتر میمونم، ایره انتخاب انتخاب دوباره میایم ایره تکرار نم. ببینید منظم مساوی فاصله بین از اونها رعایت کی از قسمت چی شدن؟ از قسمت گزینه الاین. حالا قسمت های الاین گزینه های دیگر هم دارن، تاپ دارن، باتم دارن، رایت دارن، لفت دارن. اینا رو شما خودتان کار کنین و پرکتیس کنین که برای شما تمرین شه. تمام از اینا زمانی که انتخاب کنیم گروه فعال میشن و میتونید که در یک گروه تبدیل کنین و دوباره میتونید که ان گروپ کنین، از اینجا ختم کنین و دوباره میتونید گروپ کنین و از اینجا میتونید روتیت کنین، چرخش بدین به ترتیب. چقدر بچرخند به شکل میتونید که تصویر رو بچرخونید. در صورتی که نیاز داشته باشین یک تصویر کراپ کنین یا کات کنین، شما خیلی راحت میتونید روی کراپ بیاین در اینجا از یک قسمت کش کنین تصویر بیاین بده و دوباره روی کراپ کلیک کنین به ترتیب اون قرار را کات کنین. من یک بار روی ریسیت پیکچر میزنم، روی ازی گزینم روی ریسیت پیکچر تصویر یکی را دلیت میزنم، یکی را هم دلیت میزنم، امی یکی را به حالت بزرگتر میاد. خب در این قسمت، قسمت کراپ، اگر ما بیایم اینجا حالت متفاوت دیگر دارن و استایل شیپ به این شکل چینج مونید، یعنی کراپ ها به صورت متفاوت در اینجا هستن. مثلا من به این شکل حالت متفاوت تر دیگر در اینجا برای خود گرفته، حالت یک باکس. اگر ما احیانا بردر هم برش مد نظر بگیرم ببینیم مشخص واضح هست. ای از قسمت های تو و قسمت ویت چون هستن که شما بیتونید که تصویر را از لحاظ بر و یا از لحاظ بلندی تغییر بدین. این مکمل از قسمت تصویر هستن و دوباره اگر ما در قسمت تصویر دوباره بیاییم قسمت ایمیج انسرت،
از قسمت گزینه Image Pictures ببخشید قسمت Stock در اینجا تصاویر مختلف دیگر هم میایین. شما میتونید سرچ کنید و استفاده کنید. آیکن باشن و در عین حال ببینید قسمت خود استاک که هستن اینا رو هم برمیگردونه. چی زیری تحت پوشش قرار میدن. یعنی آیکنز اگر در اینجا کلیک کنید آیکنز در اینجا هم میاد شبیه زمین هستن در اینجا هم آیکنز بیاد. مثلا من یک تصویر رو از اینجا بیارم برای خود مثلا کدام یکی از تصاویر حالا اگر احیان خودتون بخواین سرچ کنید نوشته کنید که کامپیوتر و این ترتیب دیتا هایی که مربوط به بخش کامپیوتر هستن میارن در اینجا مثلا یکی رو من انتخاب کرده و انسرت میزنم ببینید همین تصویر در اینجا آمد یعنی در صورت که شما در اینترنت هم وصل باشین این قسمت ها بعضا اینی گزینه ها غیر فعال هستن مثل 3D مدل و قسمت شیپ شما باید برنامه خود یک بار ذخیره کنید و بعدا از او استفاده کنید این مکمل از مبحث گزینه تصویر که در گزینه تصویر گزینه داره به نام آنلاین پیکچر. آنلاین پیکچر هم شبیه آنلاین استاک from stock images هم به می ترتیب شما میتونید در اینجا نوشته کنید که کامپیوتر اینا سرچ انجن های متفاوتی رو میاره ببینید این بار این تصویر رو شما در اینجا درج کنید یا انسرت یک کمی که وقت هم میگیرن و سپیچ هم طبقه پایین تر هست ای از قسمت تصویر بودن که ما به صورت کلی برای شما توضیح دادم و در قسمت تصویر یک چیزی که در آپدیت جدید آمدن یعنی در آفیس جدید شما متوجه باشین که یک گزینه داریم به نام ترانسپرنسی که در اینجا ما بیارم این دی اینجاست فقط شفافیت تصویر را کمتر من بکردید محروم بایشه که ای حالت استفاده زیاد دارن قسمت دشبورد های انشالله کار کنید این مکمل از جلسه امروزی تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک و بی‌نیاز است.